سوابق علمی، اجرایی و مبارزاتی آیت الله یزدی که امروز بر صندلی ریاست مجلس خبرگان رهبری تکیه زد. طلبه جوانی که در روزهای تاریک طاغوت بر منبر مسجد امام حسن عسکری قم از انقلابهای تاریک و روشن می گفت و کلامش چنان به دل جوانان روشنی می بخشید که امام هم شبی را در آن محفل گذراند و با شیشه عطری از شیخ محمد جوان تفقد کرد. شیخ محمد که 1310 در اصفهان به دنیا آمد، دروس مقدماتی را در مدرسه کاسگران، ملا عبدالله و صدر در زادگاهش گذراند و آوازه علمای بزرگ قم او را به حوزه علمی برد. آیت الله یزدی مبارزات را از همان دوره شاگردی امام و با آغاز نهضت آغاز کرد. افشاگری هایش علیه ساواک به چند بار دستگیری و تبعید انجامید که در تبعید هم سری پرشور داشت و اعلامیه های امام را مخفیانه برای مردم می برد. انقلاب که به پیروزی رسید چنان مورد اعتماد امام و رهبری بود که بارها سمت های مهم و متعددی را با حکم این بزرگان بر عهده گرفت. همچون ریاست دفتر امام خمینی در قم، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان. آیت الله محمد یزدی سابقه دو دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، همچنین نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیسی جامعه مدرسین حوزه علمی قم را هم دارد.